گسترش فقر در افغانستان، مرد معلول در دایکندی به دلیل فقر گرده هایش را به فروش گذاشته است. سلام بر شما بیننده و شنونده سنترال افغانستان، از 2 دسامبر و برابر با 11 قوس 1400 هجری شمسی است. مردی که در تصویر مشاهده میکنید رستم غلامی نام دارد. او چند قبل بعد آن که خانوادهش گرسنه ماند در صفحه فیسبوکش اعلام کرد که گرده هایش را به فروش میگذارد. کسی برای خرید گرده هایش تا حال پیامی نداده است، ولی او پیامی از سوی یک رسانه محلی برای مصاحبت دریافت کرد. مصاحبه‌ای که در نتیجه باعث شد افرادی برایش پیام دهد و مواد غذایی برای مدتی برایش فراهم شود. او اما همچنان مایل به فروش گرده هایش است، هرچند که شاید این عواقب بدی برایش داشته باشد، ولی میگوید نمیتواند همیشه به کمک های مردم وابسته باشد. ولسوالی نامش طرف قندر حرکت میکردیم که بین بازار مشترک و گره لدی او خانه ما رو ماین بالا کرد. ماین که بالا کرد از ما 5 نفر بودی، از 5 نفر 3 نفر خنمقتی معلوم چدیم، 2 نفر شهید چید. این از 9 سال بیس و معلوم است. آره، ما او را همینطوری در صفحه فیسبوک نوشته کردم، باز یک مقدار از سوسو مردم پیدا شد از خبرنگارا و اینا دم زنگ زد و مثلا امیر باستاب داد، ولی خوب شد یک مقدار کمک کرد مردم دم نکد کمک هم کرد، ولی بندازه که ما مشکل من زیاده خیلی مشکل من زیاده، ما مصرف من زیاده، مصرف قوت من زیاده، چون تداوی و ما اینمال از زخم بستر هم دارم، این تداوی دارم میکنم، باز سر از او این پای بیترا رو اینا خیلی در سر مگیران تمام میشه. ما تا این دما کم کم مصرف کنم، اینم اینجا ما 18 ساعت 17 ساعت 12 ساعت اینطوری دما ما در پای بیترا رو اینا مصرف کنم، ولی که مشکل مجبورم که بفروشم، دیگه رای چاره ندارم، دیگه کارگر خود من ندارم، یک دو تا فرزند دارم، اونا هم خاطر درس از اونا باز درس از اونا میسوز و حالا ما کار نیه، نه کدام هتل باری نیه شاگرد میگیره، نه نانوایی شاگرد میگیره، مال هم زیاد گشتم کسی نمیگیره شاگرد. اما یک چند وقت رو پیش از رادونسین یک مصاحبه داشتم، باز مردم اینجا یک آرد و برینج و چیزا دم کمک کرده، حدود حالا 2 ماه میشه نه تماش ده و هم بلیت تمامی اینه میبینی که هوا سرد شده، اینه میالا مدره و نمی جی نمتر یخ کردیم در می لرزیم، همه نه بخاری دارم، نه چوب دارم، نه زغال دارم، هیچی ندارم. بله، غلامی میگوید تنها وی نیست که شرایط بد اقتصادی را تجربه میکند، بل هزاران خانواده در افغانستان در این حالت قرار دارند. معلولان، خانواده های شهدا و افرادی که کارگر ندارند و یا کارگرانی که دیگر بیکار شدند و خبری از کار نیست. او میگوید من نمونه ای از هزاران افرادی هستم که در این شرایط بد اقتصادی قرار دارد، و اگر به کوچه پس کوچه های شهرها و حتی دیهات برویم به وضوح می شود ده ها هزار فرد این گونه مثل او پیدا کرد. وی از مسئولان حکومت فعلی می خواهند که حقوق معلولین و خانواده های شهدا را پرداخت کند، زیرا این قشر دیگر راهی برای درآمد ندارند. نگرانی زیاد نگرانم، یخی و بدروزی شهر زیول برف باران هم میشه و خانه اگه برف باران چه و یخی شه و از این کدام خانه چیز میشه، مشکلی من از من زیاد میشه، از من زیاد میشه، از مردم هم زیاد میشه، تنها یک از من نمالین دیگه وارسین شهدا همه در مشکله. خاصی از من از امارت همی است که حقوق معلولین و وارثین شهدا را باید پرداخت کنند. بعد از او از مؤسسات خیریه تقاضا میکنم که برادر امی معلولینی که واقعا این بالای 50%، یعنی مثل از مواری 80-90%، اینا باید کمک بده اینا را، چون اینا یک قشر آسیب پذیر نیکار بیتانه، نیکارگر داره،
وقتی که مثل از مادر معلول شوی هر کسی که داشته باشه از تو روی گردان میشه دیگه، اون زمان پرسان در کس نمیکنه. رستم غلامی نمونه ده ها هزار و حتی صد ها هزار و میلیون ها انسانی است که در شرایط سخت اقتصادی در افغانستان قرار دارد. فعلا حتی برخی کسانی که در گذشته کار داشتند بیکار شدند. خبری از معاش نیست و نرخ مواد اولیه نیز گران شده است. هزاران کارمند دولت و شرکت های خصوصی ماهاست معاش دریافت نکردند. سازمان های جهانی و نهادهای خیریه جهانی گزارش کردند که فعلا بیش از 70 تا 90% مردم افغانستان زیر فقر قرار دارند و اگر توجه جدی به افغانستان نشود، بحران غذایی می تواند جان میلیون ها فرد را در این کشور بگیرد.